اول راجع به آقای برانکو من باید بگم که خب حیفه که راجع به ایشون جمله گفته نشه. ایشون خیلی زحمت برای پرسپولیس کشید، پرسپولیس رو بعد از سالها اوورد توی صدر از هر لحاظ، از لحاظ اخبار، از لحاظ لول، و واقعا مقام هایی با پرسپولیس گرفت که شاید خیلی سخت باشه که یه مربی بتونه اینا رو پشت سر هم دوباره تکرار بکنه. و منم مثل بقیه هوادارا دوست داشتم که آقای برانکو بمونه و ای کاش یه مدیریت بهتری میشد. ما که این پولا رو داریم میدیم، این پولو به آقای برانکو داده بودیم. ایشون هم آدم خوشقلبی بود و گرچه که خب ایشون حرفه‌ای هم بود، قطعا میتونستیم که نظر مثبتش رو جلب کنیم، ولی حیف که ایشون رو از دست دادیم. ولی در هر صورت فوتبال حرفه‌ای، ایشون در جای دیگه داره کار میکنه. من به عنوان نماینده همه پرسپولیسیا براش آرزو موفقیت میکنم و قطعا یه جای خیلی بزرگی در قلب هواداران پرسپولیس خواهد داشت. تاریخ فوتبال و باشگاه پرسپولیس ثبت شد و انکار ناپذیر هستش موفقیت. و بعد از اون خب هوادارا قلبشون یه مقدار جریحه دار شده بود و به حق، چون هوادار پرسپولیس 50% توان تیم پرسپولیسه و همه جای دنیا هوادارا خب نظرشون، نه اینکه بگن دقیقاً چه کسی مربی باشه، ولی نظرشون حداقل شنیده میشه. و به نظر من هوادارهای مظلوم پرسپولیس، هوادارهای مظلوم و با معرفت پرسپولیس، نظرشون شنیده نشد. یعنی الان من اینجا یه نقطه بذاریم. بله. الان شما سر رفتن رو برانکو هنوز هستید یا انتخاب آقای کادرون؟ نه نه، آقای کادرون الان مربی پرسپولیسه و منم به عنوان یه پرسپولیسی عاشق قطعا از ایشون حمایت میکنم. مهم تیم بزرگ پرسپولیسه. بله. و ایشون الان سرمربی این تیمه و برای من برایشون خیلی احترام ویژه قائل هستم و برای همه پرسپولیسی ها جایگاه ویژه‌ای دارن، چون الان سرمربی پرسپولیس هستن و ما مهم اینه که پرسپولیس موفق بشه. درست. و قطعا باید حمایت کنیم از ایشون یا هر مربی دیگه که هست. یه سابقه کوچیک بررسی بله. کنیم. آقای کالدرون سرمربی آرژانتینی که همبازی مارادونا هم هستش، در آسیا کارنامه خوبی در سال 2000 بین سال 2004 تا 2011 سرمربی تیم ملی عربستان بوده، الهلال بوده، با باشگاه استقلال بازی کردن. بله. با سپاهان بازی کردن، یعنی توی آسیا سرمربیگری که میکردن بازی کردن. باشگاه استقلال شکست خوردش، استقلال سپاهان. بله. توی ریاض با تیم ایشون به یک تونست ببرشون، در اصفهان به باوی رسیدن. از افتخارات و کارنامه ایشون میتونیم بگیم که با تیم زیر 20 سال آرژانتین به مقام قهرمانی رسیدن. بله. و حالا هم رسیدیم به باشگاه پرسپولیس و آقای کالدرون. بله. آقای کالدرونی که میخوندم نظری آقای مؤسس داده بود که ایشون با توجه به اینکه آقای مؤسس سر کلاس فیفا بله. با ایشون مستقیم کار کرده، سر کلاس های ایشون بوده، میگه فوتبال جسورانه جذاب و فوتبال هجومی سبک کار آقای کالدرون هستش. درست. حالا این یک سبقه ای که خب تا الان گفته شده و فکر کنم هواداره پرسپولیس هم بدونن. انتقاد هایی هستش، ما هم تو این برنامه سعی میکنیم شفاف برسیم به همش، اما قبل از اینکه شروع بکنیم بخوایم یه ذره وارد جزئیات بشیم، قطعا چه آقای حیدری عزیز که پیشکسوت پرسپولیس هستش یا هر کس دیگه، اگر نظری داده میشه یا صحبتی میشه یا هوادارهای پرسپولیس هم صحبت میکنن، قطعا قرار هستش به شکلی باشه که برای باشگاه پرسپولیس اتفاق خوب بیفته در لیگ برتر در آسیا. و حالا میخوایم برسیم به اینکه خب آقای کالدرون اینکه با ساختار فوتبال آسیا آشنا هستش خیلی خوب هستش، اما الان اومده تیمی رو گرفته که در اولین چالشی که باهاش مواجه هستش که این تیم لیستش پره. بله. و باید یک لیست مازادی اعلام بشه که فکر میکنم که اعلام هم شده، تا یه حدودی اسامی در اومده و در هفته آینده مشخص خواهد شدش. بله. یه سری بازیکن مشخص شد. این رو به نظر شما باشگاه به چه صورت باید مدیریت بکنه؟ تیمی که آقای کالدرون میگه این سلیقه آقای برانکوه، این تیم. بله. ببینین شما دو سه تا بحث رو مطرح کردین. اول که راجع به آقای کارنامه آقای کالدرون، خب ایشون مربی بزرگی هستن، ولی خب دو قسمت میشه کارنامه ایشون، یه قسمت موفق، یه قسمت ناموفق. و خب هرچی که نزدیک به سالهای این طرف شده، خب ایشون ناموفق بوده، ولی توانایی هایی داره ایشون که بالاخره شاید تو زمان قطعا این رو نشون بده. و به نظر من بهتره که فقط به دید مثبت به ایشون نگاه کنیم. الان ایشون تموم، من فکر کنم نظر همه هواداره که الان میدونم دارن دل تو دلشون نیست و نگران پرسپولیس هستن، هم از من پیشکسوتم انتظار دارن که واقعا حمایت کنه و ما با جون و دل حمایت میکنیم. باید به دید مثبت نگاه کرد، یعنی نباید نیمه خالی لیوان رو دید، نیمه پر لیوان رو دید. و من
مطمئنم که با حضور این هوادارا و این بازیکنان خیلی خوب، چون این استخونمندی پرسپولیس حفظ شده. حالا این نظری که شما دارین میگین خب قطعا حق طبیعی هر مربی هستش که سلیقه خودش رو بتونه که چند تا بازیکن رو جابجا بکنه، و متاسفانه لیست پرسپولیس پر هستش. البته همه بازیکنان پرسپولیس شایسته هستن، ولی این حق طبیعی آقای کازرون هستش که بتونه تغییر بده. ولی البته حالا گمانه زنی راجع به اسامی، منم دیدم یه سری اسامی توش هست که من واقعا خیلی تعجب میکنم. مثلا تو بله، حالا اگه شما بگین من گمانه زنی ها سید جلال حسینی، من نمونه یکی شما من فکر میکنم که جلال. اگر این تصمیم باشه، با تمام احترام که برای کادرون دارم، سید جلال واقعا اسطوره این باشگاه است و دیگه چی کار باید بکنه؟ و من فکر کنم هنوز هم آماده است. من چون خیلی رصد میکنم سید جلال رو، چون تو همپستی خودم هست و دوست خودم هم هست، دیگه شناسنامه بازی نمیکنه. الان هر کسی که توان فنیش بالا باشه توی دنیا بازی میکنه. الان بوفون فکر میکنم 42-43 سالش باشه داره بازی میکنه، و سید جلال نشون داده تو پست دفاع وسط کمترین نوسان رو داشته، و حق آقای کادرون هست. ولی واقعا من فکر میکنم یه مقدار شیطنت هم داره میشه. من احساس میکنم دقیق‌تر میگی، من فکر میکنم شیطنت داره میشه که یه مقدار الان شاید اون کسایی که دوست نشن آقای کادرون بیاد دارن شیطنت میکنن که رابطه بازیکن و مربی رو، شاید همین گمان زنی هم مثلا شاید درست نباشه، شاید نباشه. و من فکر من بعید میدونم آقای کادرون بازیکن بزرگی و سرحالی مثل سید جلال که با اصلا من واقعا کیف میکنم میبینم. یه نقطه بزنیم اینجا، من فکر میکنم که اگر حق طبیعی مربی هست، ولی یه سری اسامی که توش هست 100% شیطنته. من فکر نمیکنم هیچ مربی و هیچ عقل سلیمی سید جلال رو بذاره کنار.